من هیچ وقت نشده که ببینم گروهی زن اعتراض میکنن به چیزی یا نه مطالبه ای دارن و از نظر قاطبه جامعه وقتش هست که اون مطالبه رو داشته باشن. هیچ وقت اتفاق نیفتاده. یعنی چی؟ ما میگیم ما مثلا مشکل ورود به ورزشگاه ها رو داریم، الان نمیشه. مثلا مسئله حجاب رو بررسی کنیم، الان نمیشه. وقتی که یک عمر تبعیض داشتیم تو تاریخ، تبعیض منفی مثلا برای زن داشتیم، از روزی که صحبت میکنیم میگیم خب ما اینو برداریم، این تبعیض رو برداریم، از نقطه صفر شروع نمیشه. ببین مثل اینکه شما یه دیوار داری و 5 نفر با قدای متفاوت. خب مرده اون کسیه که اینجا دیواره، قشنگ داره میبینه اون برو. خب زنه قدش نمیرسه، چیکار باید بکنیم؟ یه چهارپایه باید به اون بدیم. این عدل، این انصافه. کسی نمیتونه بیاد بگه چرا به مرده ندادی یه چهارپایه. بحث نابرابری تمام منابع کاری برای شما. من باید بیام شما رو متقاعد کنم که نویسنده خوبی هستم. به راحتی شما میتونی متقاعد نشی. من باید جاذبه جنسی رو بیارم وسط، بعد متقاعد میشی شما. خب نمیشه که. پس یعنی یک قدرتی اونجا اینو قرار داده که خب زنا ببینم چی کار میکنید، کدومتون میتونید بیاید بالا. ساختار شکن بودن اینه دیگه. شما هر نظمی رو به هر شکلی بخواید به هم بزنید، چون نظم ممکنه نظم خوب نباشه دیگه. خب یه صحبت معروفی هست که میگن که اول بهتون میخندن، بعد بهتون بی‌اعتنایی میکنن، بعد باهاتون مبارزه میکنن و بعد شما برنده میشی. من اینه. پس شما انتظار دارین برنده بشین دیگه؟ من فکر میکنم ما همین الانم برنده شدیم. We'll be right back.